سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سخنران نیستم، من یه خوانندم. شما بگید تا براتون بخونم، میخونم با افتخار، حتما این کارو خواهم کرد. ولی خب امروز اینجا جمع شدیم تا در مورد یه سری تجربیاتی که هر کدوممون توی زندگی به دست آوردیم صحبت کنیم با هم دیگه. خیلی از اتفاقاتی که اتفاقی نیست در زندگی ما، خیلی از چیزهایی که ما ساده ازشون رد شدیم. من در یک خانواده فرهنگی مذهبی بزرگ شدم که با یک سری مخالفت‌های روبرو بودم در وادی خوانندگی. پدر من یکی از اساتید برجسته قرائت قرآن بودن و تسلط کافی داشتن در موسیقی عرب. خب ما یه سری شباهت ها داریم در موسیقی اصیل ایرانی و موسیقی عرب. بعضی از دستگاه ها و بعضی از مقام ها شبیه به هم هستن. پدرم همیشه به من میگفت اگر کاری رو میخوای انجام بدی آموزش ببین، سولی یاد بگیر. و یاد گرفته بودم هر کاری رو میخواستم انجام بدم با مشورت انجام بدم، کلاس برم، تمرین کنم، ریاضت بکشم. وضع مالی خوبی نداشتیم ولی دستم تو جیب خودم بود از 8 سالگی. چطوری؟ 6 سالم بود که اولین اجرام رو در حضور 1000 یا شاید 2000 نفر جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی که پدرم در همون دانشگاه پزشکی رو میخوندن اجرا کردم و خیلی منو تشویق کردن. دیگه بعد از اون افتتاحیه ها، اختتامیه ها، سمینار ها، اجراهای خیلی مهمی اومدن دنبالم و من براشون اجرا میکردم. گذشت و گذشت، توی مسابقات مختلف شرکت کردم، رتبه های مختلفی رو کسب کردم. پدرم همیشه به من یه چیز میگفت، میگفت هرچی تو کردی معنویت رو فراموش نکنی. یا دوران راهنمایی یک اتفاق عجیبی برای مصطفی راغب رقم خورد. من کلاس های موسیقی ایرانی رو به صورت پنهانی شروع کردم. ترس داشتم، ترس این که نکنه پدرم ناراضی باشه از من. ولی خب دوست داشتم به پدرم ثابت کنم در هر راهی که قدم برمیدارم معنویتم بیشتر خواهد شد، عشق من به خدای خودم بیشتر خواهد شد. گذشت و گذشت، این کلاس‌های پنهانی رو می‌رفتم با همون درآمدهایی که از اجراهای متفاوت به دست می‌آوردم، با فروش سکه‌هایی که از مسابقات مختلف برنده شدم اون کلاس‌ها رو می‌رفتم. چون جمله خود پدرم بود، اصولی یاد بگیر، تمرین ممارست، تمرین ممارست، ریاضت کشیدن. من یک اسفندی بودم، اسفندی کنجکاو، یه خوردم شیطون، باید سر در می آوردم برای یادگیری. سال 1383 من کلاس های بازیگری هم می رفتم، رتبه داشتم، نقاشی، رنگ و روغن، خطاطی، تئاتر. به من پیشنهاد یک سریال شد، سریال 13 قسمتی که نقش اصلی اون سریال رو باید بازی می کردم. باز هم پدرم مخالفت کرد. به هر بهانه‌ای که شد پدر جان رو من مجابشون کردم، بابا جان سعی میکنم که طبق قانونهای شما رفتار کنم. پدرم نمیخواست افکار خودش رو تحمیل کنه. پدر من ترس داشت. ترس از چی؟ ترس از اینکه قدمم رو نادرست بردارم. همین، همه پدر مادرها فرزندانشون رو دوست دارن. سال 83
نقطه عطفی بود برای من. بذار یه سوال بپرسم ببینم کیا تجربه کردن، کیا عاشق شدن؟ نه از اون دست عشقایی که الان حالا وقتی آدم پا به سن میذاره عاشق میشه و دلبسته میشه و کسی رو دوست داره، عشق پاک کودکی. کیا تا حالا تجربه کردن؟ مرسی. توی اون سریال کارگردان به من میگفت که به یه نوجوان 13-14 ساله که نه از دوست داشتن سر در می آورد نه از عشق، به من میگفت که تو باید یه جوری بازی کنی که طرف برات مهمه، دوستش داری. آخه منو چه به این بازی ها به دوست داشتن عاشق بودن. به اون جایی رسیده بودم که روزی که سکانس های من تموم میشد، موقع برداشت های من تموم میشد، میرفتم داخل خودروی کارگردان میشستم، ضبط و پلی میکردم. آلبومی از صدای یک خواننده بی‌نظیر منتشر شده بود، اسم نمیبرم. شبای رفتن تو شبای بی ستاره است، ببین که خاطراتم بی تو چه پاره پاره است. ناخدا به عشق میریختم، نمیدونم چه میشده بود. یکی از بازیگران اومد داخل خودرو، مصطفی عاشق شدی؟ گفتم چی؟ عاشق؟ عاشقی یعنی چی؟ بماند. از اونجا تصمیم گرفتم که موسیقی پاپ رو شروع کنم. یه سد محکمی در برابر من بود به نام پدر. پدر رو چی کار کنم؟ موسیقی سنتی حالا هیچ ایرادی نداشت، اینقدر استاد شجریان گوش میدادم، اینقدر استاد بنان گوش میدادم که حالا توی خونه هیچ ایرادی نداشت، ولی این پاپو چی کار کنم؟ و دوست داشتم تلفیقی کار کنم، واقعیتش دوست داشتم مفید باشم برای تعداد بیشتری از انسانها. خب موسیقی کلاسیک شاید چون اصیله و هنر فاخر هر سرزمینی هست، همه دوست دارن که به صورت حرفه‌ای موسیقی گوش کنن، ولی عموم مردم شاید اونو از دید یک هنر نگاه نکنن، شاید از دید یک سرگرمی براشون باشه، ولی من دوست داشتم اصولی پیگیری کنم. تصمیم گرفتم چیزهایی که در موسیقی اصیل ایرانی رو یاد گرفتم پیاده کنم در سبک موسیقی پاپ. به پدرم گفتم بابا جون من یه کامپیوتر میخوام. کامپیوتر برای چی؟ اصلا پولی که من بهتون دادم برای من نگه دارید، سپرده گذاری کنید برای آیندم. آخه ما وضعیت مالی آنچنانی نداشتیم، میتونم بگم وضعیت مالی بسیار ضعیفی داشتیم. پدرم گفت برای چی؟ گفتم شما یادتونه گفتید که تا میتونید تو راه معنویت برو، میخوام معنویت و اصولی ادامه بدم. عجب. پدرم گفت باشه خیلی خوبه، برای اینکه میخوای معنویت و اصولی ادامه بدی برات کامپیوتر میخرم. پدرم کامپیوتر رو برای من تهیه کرد، من با یه تیر دو نشون زدم. وقتی پدرم از منزل خارج میشد هدفون رو میذاشتم توی گوشم، شروع میکردم گوش دادن به موسیقی مورد علاقم، برای اینکه یاد بگیرم و در جمع چند نفره اجرا کنم. تجربه شد برام. گذشت و گذشت، سکه هام رو فروختم، گفتم دیگه توی یز منو شناختن. اجراهام شروع شد، اولین اجراهای کنسرتی من با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود. کنسرت هایی چون اثر موسیقی روایی رستم و سهراب، لیلی و مجنون، اثر موسیقی نمایشی موسا و شبان، هم نقش شبان رو داشتم هم میخوندم. در این مدت 6-7 سال که اسم و رسم برای خودم داشتم در استان یزد، پدر من هیچ کدوم از این کنسرت ها رو شرکت نکرد. آرزوی هر هنرمند حضور عزیزانش هست در این سالن. همه بودن ولی پدرم نبود. من عذاب وجدان داشتم، خدایا من چجوری ثابت کنم خودمو به پدرم؟ راهی که میرم راه درستیه. اتفاقا معنویتم هم بیشتر شده. موسیقی انسان رو وصل میکنه به خدای مهربان، به خالق یکتا. موسیقی زبان مشترک همه ملت هاست. موسیقی باعث میشه که تو انگیزه بگیری، امید داشته باشی برای زندگی کردن. موسیقی معجزه‌ای رو انجام میده که تو شاید
با نصیحت شاید با سخنرانی نتونی اون رو انجامش بدی. گذشت و گذشت، سالها گذشت، من یک اجرا داشتم بعد از یک اثر تئاتر با گروه موسیقی که داشتم. بعد از سالها تجربه اجرا در یأس دیدم پدرم با یه دست گل وارد سالن شدن. بغض کردم، آخه پدرم رو تا حالا اینجور جاها نمیدیدم. و به خودم گفتم مصطفی راهتو درست رفتی. راهمو درست رفته بودم دیگه. سقف و آسمون یزد برای من به قول معروف راضی کننده نبود، نمیتونست منو راضی نگه داره. اومدم تهران، خیلی علاقه داشتم با گروه های مختلف و گروه های معروف کار کنم، با اساتید مطرح کار کنم. اون اتفاق افتاد برای من، چون کلاس رفته بودم، هنوزم دوست داشتم یاد بگیرم، با افراد مختلفی کار کردم، از جمله خود جناب قمصری نازنین، که حالا توی پرانتز بگم من داشتم خدمت آقای حسین زادگان و علی جان عرض می‌کردم، اونجایی که آقای قمصری داشتم می‌نواختن یه لحظه اومدم بخونم. اینقدر موسیقی تأثیرگذار هست، یه نمونهش همین. خب گفتن چرا نخوندی؟ گذشت و گذشت. اتفاقی که در سال 1397 برای من افتاد، قرارداد من با یک مؤسسه بود، مؤسسه آوازی نو. اول صحبتام گفتم که هیچ چیزی اتفاقی نیست، هیچ چیزی در جهان هستی اتفاقی نیست. اگر بخوای با پول پارتی با رانت بیای بالا کاری نداره، یک شبه میتونی اون عمل رو انجام بدی، ولی آیا ماندگار خواهی شد؟ من دوست داشتم با تلاش، با همت خودم، با هزینه خودم بیام بالا و اینو ثابت کنم. هنوز هم پله اول هستم. جایگاهی که من هستم جایگاهی نیست که منو راضی کنه. آسمون من اول یزد بود، سقف دیدگاه من یزد بود، اومد تهران، الان کل کشور. و چند ماهی هست که میخوام جهانی فکر کنم. اگر وارد پیج اینستاگرام من بشید در بیو نوشتم صدای من متعلق به همه انسان هاست، فراتر از مرز ها. چند ماه پیش شروع کردم با لهجه های متفاوت شهرهای مختلف کشورمون ایران بخونم و در آینده قطعاً از صلح جهانی براتون خواهم خوند. من قراردادمو بستم با یه شرکت. چه جوری؟ یکی از دوستان من جناب آقای میلاد دهقان، از نوازنده‌های خوب ساز پیانو که سالها با هم در یأس کنسرت گذاشتیم و یه تعداد کنسرت کوچیک در تهران به نام کنسرت نوستالژیک، بازخوانی آهنگ‌های ماندگار. جناب مهندس مدیریت این مؤسسه به طور اتفاقی فیلم منو در گوشه میلاد جان میبینن و به من میگن تماس بگیرید با راغب، بیا تهران با هم صحبت کنیم. و اتفاق خوبی برای من افتاد. سال 1397 اولین تراک من ترک صدای باران بود. جایگاهی رو که هستم جایگاه خوبی است، به زعم شما، به لطف طرفداران، همیشه به من لطف داشتن، انرژی میدادن، ولی من جایگاهی بالاتر از این رو در نظر دارم. برای من دعا کنید، انرژی بفرستید. یه چند تا واژه های کلیدی هست که در مسیر زندگیم اتفاق افتاده، دوست دارم خدمتون عرض کنم و در آخر قولی که دادم براتون بخونم و از حضورتون مرخص بشم. انتظار نداشتن. در زندگی یاد گرفتم انتظار نداشته باشم، حتی از عزیزترین شخص. در زندگی یاد گرفتم اول به خدا توکل کنم و فقط و فقط و فقط و فقط از خودم انتظار داشته باشم. خودت باش. معجزه میکنه این کلمه. شما در دنیای مجازی هستید، همتون بیشتر از من ماشاءالله. مردم
هنرمند، آرتیست، بازیگر یا هر شخصی رو که فیلم بازی میکنه دوست ندارن. دوست ندارن عزیز من. پدرم به من یاد داد خودم باشم. حتی اگر مورد تمسخر دیگران قرار بگیرم، چون من میدونم اون راهی که میرم درسته، ایمان دارم، یقین پیدا کردم. هیچ چیز اتفاقی نیست. واقعا هیچ چیز اتفاقی نیست. تمرین، تلاش، ممارست، تجربه، ریسک کردن. خیلی حاضر نیستیم در زندگی ریسک کنیم. خیلی ها ترس داریم. برای به دست آوردن یک چیز با ارزش باید خیلی از چیزها رو از دست بدیم. قانون طبیعته. باید از شادی هامون کم کنیم، از تفریح و سرگرمی کم کنیم. وقت به اندازه کافی هست برای سرگرمی، برای تفریح، برای نشاط. همیشه شکرگزار باش. شکرگزاری معجزه میکنه. این نکته رو مدیون پدرم هستم. پدرم خوب به من آموخت. اگر از من بپرسید اگر برگردی به زندگی گذشتت، بازم من این مسیر رو میری؟ بازم این سختگیری های پدرت رو قبول میکنی؟ بله، با کمال افتخار. این سختگیری ها باعث پیشرفت من شد. این صدها باعث پیشرفت من شد و هنوز اول راه هستم. من یک هنرجو هستم در زندگی. تا ابد، تا آخر عمرم یک هنرجو هستم، هنرجوی موسیقی. شکرگزاری بهترین معجزه ها رو در بر داره. همیشه شکرگزار باشیم از کوچکترین چیزهایی که خدای مهربان به ما عطا کرده. خدایا از تو ممنونم از اینکه دو چشم بینا به من عطا کردی تا به طبیعت زیبای تو نگاه کنم. خدای مهربانم از تو ممنونم که به من دو گوش شنوا عطا کردی تا بهترین موسیقی های دنیا رو بشنوم. خدایا ازت ممنونم که به من زبان سخن دادی تا بتونم مهر، محبت، عشق، ایثارگری، یکی بودن و یک رنگی رو هدیه بدم به مردم. ازت ممنونم که من صدای خوب عطا کردی. اینا همه شکرگزاریه. و اما نکته ای که واقعا بهش ایمان دارم، یکی از دلایل ماندگاری یک انسان، یک هنرمند، یک آرتیست، یک شخص ثروتمند میتونه باشه، به نظر من سالم زندگی کردن. خیلی ها سختی میکشن، تلاش میکنن تا به اون جایگاه و به اون هدف برسن. میدونید سخت‌تر از اون تلاش کردن چیه؟ این که اون جایگاه با ارزش رو برای خودت حفظ کنی، نگه داری. این خیلی سخته از دید مردم، ولی از دید یک انسان خاص هیچ سختی وجود نداره. سالم زندگی کردن، تعادل. همه نعمت‌های خدای مهربان زیبا هستن. هر چیزی رو که خدا آفریده مکملش هم خلق کرده. شب، روز، سیاه، سفید، زشت، زیبا، غم، شادی. خیلی ها شادی بیش از حد میکنیم و به یک جایی میرسیم، به یک روزی میرسیم که دیگه اون شادی نمیتونه ما رو راضی کنه به خاطر اینکه بیش از حده. خیلی هامون بیش از حد ناراحتیم، غمگین هستیم، دیگه نمیتونیم طعم اون غم رو بچشیم. تعادل در زندگی و از همه مهمتر جمله آخر من، معاشرت با بزرگان، معاشرت با افراد خاص. میگن اگر با 5 نفر ثروتمند معاشرت کنی، 6 نفر تو هستی.
با پنج نفر انسان خردمند معاشرت کنی چشو میشتویی، با پنج نفر انسان موفق معاشرت کنی ششمیش قطعا تو خواهی بود. و اما همه اینها رو گفتم، جمله آخر من و بعد بریم سراغ سوالاتی که قطعا شما میدونم خیلی سوال دارید. ببخشید اگر از تایمم هم گذشته، من نمیدونم چقدر صحبت کردم، سعی کردم خیلی خلاصه کنم. از همه مهمتر اون انرژی و اون حسی که شما رو باید به اون جایگاه برسونه یک چیزه، همه هم داریم اینجا قلب. وقتی به صدای ساز علی جان غمسری گوش دادیم هممون لذت بردیم، طوری که من خودم اون لحظه وصف شدم، رو زمین نبودم، چون این نوازندگی از قلب علی جان اتفاق افتاد. یک جمله از استاد لطفی بهتون بگم، استاد فقید که ایشونم تار میزدن، میگفت درست صدای ساز تار از این سیمها به گوش شنونده میرسه، ولی صدای اصلی این ساز و این تار از قلب تو باید بیاد بیرون. ما انسان ها همین جور که یک سال یک بار برای عید نوروز آماده میشیم، ما ایرانی ها، استاد گفتن چرا هر هفته رجوع نکنیم به قلب خودمون، قلب خودمون رو پالایش بدیم، آراسته کنیم از هر گونه ناپاکی. زیبا ببینید، زیبا فکر کنید و میون این همه زیبایی مراقب زیبایی هاتون باشید. چشم ها را چشم ها را باید شست، چشم ها را باید شست، جور دی یار باید دید، جور دیگر باید دید، واژه ها رو باید چوست، واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد، چتر را باید بست، زیر باران زیر باران زیر باران باید رفت، فکر را خاطر را زیر باران باید بود، با همه من دم شهر زیر باران باید رفت، دوست را دوست را زیر باران باید دید، عشق را عشق را زیر باران باید جو